سلام، یحیی طباطبایی هستم و با بررسی آخرین خبرها در مورد جیمز وب، در مورد اشکالی که توی یکی از تجهیزات این تلسکوپ به وجود اومده و آخرین تصاویری که این تلسکوپ از سیارات منظومه شمسی و همچنین سحابی جبار گرفته در خدمتتون هستم. خبرهای مربوط به جیمز وب اینقدر زیاده که دیدم توی اون ویدیوهای بررسی اخبار هفتگی دیگه زمان کافی برای پوشش همه خبرها وجود نداره. بنابراین تصمیم گرفتم که از این به بعد هر از چندگاهی یه ویدیو اختصاصی در مورد آخرین خبرهای مربوط به تلسکوپ جیمز وب درست کنم. خب قبل از اینکه بریم سراغ تصاویری که جیمز وب گرفته، در مورد خبر ایجاد یک اشکال توی یکی از تجهیزات جیمز وب صحبت کنیم. جیمز وب تعداد زیادی ابزار داره که اگه همه اون ابزارها و حالت‌های مختلفی که از اون ابزارها میشه استفاده کرد رو روی هم جمع کنیم، میشه 17 تا حالت مختلف که میتونه از اونها برای تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات از اجرام آسمانی استفاده کنه. یکی از اون ابزارها که میری یا ابزار مادون قرمز میانیه، خودش 4 حالت استفاده داره. یکی این که تو مادون قرمز میانی عکس میگیره، دو تا ابزار دیگه برای طیف سنجی توی طیف مادون قرمز میانی داره که یکی طیف سنجی با رزولوشن پایین و یکی دیگه طیف سنجی با رزولوشن متوسطه و در نهایت هم یک تاجنگار یا کرونوگراف داره برای تصویربرداری از اطراف یک جسم پرنور. همونطور که توی تصویر میبینید، کل این مجموعه میری یک مجموعه پیچیده ایه که با تغییراتی که توی مسیر نور داده میشه از این حالتهای مختلف این ابزار استفاده کرد. همه این ابزارها در اون زمانی که این تلسکوپ داشت خودش رو تنظیم و کالیبره میکرد، چک های اولیه رو گذروندن و همگی سالم بودن. ولی چند ماه بعدش دانشمندان متوجه شدن که یکی از این حالتها، یعنی طیف نگار با رزولوشن متوسط، موقعی که یکی از این موتورهاش در حال کاره، یک استکاک و یک مقاومت بیش از اندازه‌ای رو داره از خودش نشون میده. یعنی این قطعه متحرکی داره که این قطعه وقتی که می‌خواسته حرکت بکنه بیش از اندازه نیرو وارد می‌کرده به کل مجموعه. برای همین استفاده از این ابزار رو به طور موقت متوقف کردن که این اشکال ایجاد شده باعث خرابی بیشتر تو این ابزار نشه و دانشمندا دنبال راه حلی برای اصلاح اون هستن. ممکنه فکر کنید که از این راه دور چجوری میتونن اون رو اصلاح بکنن، مخصوصا که یک اشکال فیزیکی باشه. خب باید بگم که دانشمندان ید طولانی توی اصلاح این نوع اشکالات در فاصله های خیلی زیاد دارن. همین اخیراً یک اشکالی توی فضاپیمای وویجر 1 ایجاد شده بود، فضاپیمایی که حدود 50 سال پیش ارسال شده بوده به فضا و الان در دورترین نقطه ممکن، یعنی در خارج از منظومه شمسی، در حال دور شدن از زمینه و متخصصین این فضاپیما تونستن از راه دور این اشکال رو برطرف بکنن. بنابراین باید منتظر باشیم تا ببینیم که متخصصین جیمز وب چه راه حلی برای رفع اشکال این حالت از این ابزار پیدا میکنه. این اولین ایرادی نبود که برای جیمز وب ایجاد شده. چند وقت قبلش با برخورد یک میکروشهاب واره به یکی از آینه های تلسکوپ جیمز وب، یک اشکال کوچیک در انحنای این آینه به وجود اومد که با توجه به کیفیت فوق العاده بالا و بیش از حد نیاز این تلسکوپ و همچنین قابلیت تنظیم این قطعات آینه نسبت به همدیگه، متخصصین جیمز وب کاری کردن که اون اشکال ایجاد شده هیچ تأثیری توی تصاویر دریافتی این تلسکوپ ایجاد نکنه. بنابراین فعلا هیچ جای نگرانی در مورد این تلسکوپ وجود نداره و اون 16 تا حالت دیگه ابزارهای این تلسکوپ به اندازه کافی اطلاعات به خورد ما میدن که لنگ این یک دونه ابزار نباشیم. بریم سراغ آخرین تصاویری که توسط جیمز وب منتشر شده. یکی از این تصاویر که یک تصویر خیره کننده از دورترین سیاره منظومه شمسی، یعنی سیاره نپتونه. تو این تصویر که در ابعاد اصلیش شما تعداد زیادی ستاره و کهکشان‌های پس زمینه می‌بینید، یک نقطه روشن به همراه یک حلقه دورش دیده میشه که اگر روش زوم کنیم سیاره نپتون نمایان میشه. این تصویر حلقه‌های نپتون رو برای اولین بار بعد از 30 سال داره به ما نمایش میده. یعنی بعد از 30 سال از زمانی که وایجر 2 با عبور از نزدیکی نپتون تونست این حلقه‌ها رو تصویربرداری کنه. البته بعضی از ویژگی‌های ریزی که در این تصویر جیمز وب دیده میشه برای دانشمندان جدیده و در تصاویر قبلی که توسط وایجر گرفته شده بود وجود نداره. نکته دیگه در مورد این تصویر این که این اولین تصویر با این کیفیت با نور مادون قرمز از نپتونه. روی سطح نپتون هم ویژگی‌هایی دیده میشه، یه قسمت‌های تاریک‌تر و یه قسمت‌های روشن‌تره که اون قسمت‌های تاریک‌تر عمدتاً گاز متانه که میتونه نور مادون قرمز رو بیشتر جذب کنه و کمتر اون رو بازتاب بده و برای همین توی این تصویر تیره‌تر دیده میشه. اون قسمت‌های روشن‌تر هم ابرهایی هستن که در ارتفاع‌های بالاتر قرار گرفتن و چون بالای متانی هستن که سطح نپتون رو پوشیده، برای همین نور کمتری رو جذب می‌کنن و توی این تصویر مادون قرمز پررنگ‌تر دیده میشن.
توی این تصویر 7 تا از 14 تا قمر کشف شده نپتون هم دیده میشه که یکی از این قمرها توی این تصویر به شدت روشن دیده میشه که مثل یک ستاره پرنوره که نورش حتی به نظر میاد از خود نپتون هم بیشتره. این قمر که اسمش ترایتونه و در جهت خلاف جهت همه قمرهای دیگه دور نپتون میچرخه، احتمالاً یک سیارکی بوده که در دام جاذبه نپتون گیر کرده. دلیل نورانی بودنش هم اینه که بیشتر سطح ترایتون رو یخهای نیتروژن تشکیل داده که بازتاب کننده خیلی خوبی برای نور مادون قرمز هستن و بنابراین توی این تصویر مادون قرمز به شدت نورانی دیده میشه. تصویر بعدی از نزدیکترین سیاره به زمین، یعنی سیاره مریخ. مریخ انقدر گرمه و انقدر نزدیکه که نور مادون قرمز خیلی زیادی از خودش ساطع میکنه و بنابراین باعث میشه اگر ما بخوایم به صورت عادی با تلسکوپ جیمز وب ازش عکس بگیریم، مثل عکاسی از یک منبع نور خیلی قوی، تصویرمون کاملا سفید بشه و چیزی دیده نشه. ولی دانشمندا اومدن با روش‌هایی این نور دریافتی رو کاهش دادن تا بتونن یک تصویر مادون قرمز از سطح مریخ بگیرن. چون نور مادون قرمز ارتباط مستقیمی با دما داره، بنابراین این قسمت‌های روشن‌تر تصویر قسمت‌هایی هستن که گرم‌تر هستن و در واقع قسمت روز مریخ رو نشون میده، اون قسمتی که رو به خورشیده. و از طرفی دی اکسید کربن که توی جو مریخ زیاده، جاذبه امواج مادون قرمزه و بنابراین جاهایی که دی اکسید کربن یا ضخامت جو بیشتر باشه، تیره تر دیده میشه. اون قسمت ناحیه تیره‌تر قسمت‌های عمیق‌تری هستن از سطح مریخ که به دلیل ضخامت بیشتر جو مریخ تو اون ناحیه نور مادون قرمز بیشتری جذب میشه و تو این تصویر کم نورتر دیده میشه. علاوه بر اون جیمز وب اومده با تجزیه و طیف نگاری نور دریافت شده از مریخ، عناصر سازنده جو مریخ رو تشخیص داده که این اطلاعات خیلی متفاوت خواهد بود با اطلاعاتی که مریخ نوردها از روی سطح مریخ برای ما ارسال میکنند، چون اونها ترکیبات جو مریخ در نزدیکی سطحش رو برای ما تجزیه تحلیل میکنن و میفرستن، ولی جیمز وب ترکیبات جو مریخ در لایه‌های بیرونی ترش رو میتونه تشخیص بده و عناصر سازندش رو پیدا کنه. توی این تصاویر و توی این تیف نگاری ها هیچ چیز جدیدی کشف نشده، ولی اینها کمک میکنه به دانشمندا که بتونن منشأ یه سری از عناصری که قبلا کشف کرده بودن ولی نمیدونن که از کجا اومده رو پیدا کنن، مثل متان که توی مریخ زیاده و دانشمندا منشأش رو نمیدونن و چون یکی از عناصری که توی بحث حیات خیلی اهمیت داره، با کشف اون و منشأش ممکنه بتونیم به منشأ حیات پی ببریم یا اینکه بتونیم یک منشأ غیر عالی برای این متان پیدا کنیم، یا مثلا کلرید هیدروژن که قبلا روی مریخ کشف شده بوده ولی منشأش ناشناخته است. و آخرین تصویری که می‌خوایم بررسی کنیم، تصویر جیمز وب از محدوده سحابی جبار یا ابر مولکولی جبار. سحابی جبار یکی از سمبولیک ترین سحابیات تو آسمونه که با چشم غیر مسلح هم دیده میشه و سوژه خیلی از عکاسی‌های منجمان آماتوره. این سحابی در وسط کمربندی از گازها قرار گرفته که محل تولد ستاره‌های جدیده و توی تصویری که جیمز وب از این ناحیه گرفته، جزئیات و ویژگی‌های منحصر به فردی دیده میشه که قبلا توی تصاویر هابل یا تصاویر تلسکوپ‌های دیگه دیده نشده بوده. توی این تصویر ستاره‌های خیلی جوونی دیده میشه که در اطرافشون یک دیسک پیش سیاره‌ای دارن که سیارات در حال شکل‌گیری در اطراف اون ستاره هستن. یه سری ویژگی‌های دیگه هم توی این تصویر هست، مثل این حاله از گازها که به احتمال زیاد در اثر واکنش‌های میدان‌های مغناطیسی ستاره‌ها به این شکل در اومده. مطالعه این سحابی‌ها کمک می‌کنه که در مورد منشأ شکل‌گیری ستاره‌ها هم اطلاعات بیشتری کسب کنیم، چون خورشید و منظومه شمسی ما هم در یک سحابی مشابه این به وجود اومده. مثلا دانشمندان حدس می‌زنن که اون امواج ماورا بنفش ایجاد شده در اوایل پیدایش یک ستاره اثر خیلی زیادی روی گازهای اطراف اون ستاره می‌ذاره، که تو این تصویر می‌تونیم در واقع روشن شدن گاز اطراف یک ستاره جوان رو خیلی واضح‌تر از تصاویر قبلی ببینیم و اثر اون امواج اون ستاره روی این گازها رو بهتر مورد مطالعه قرار بدیم. تو این سحابی‌ها این گرد و غبار و گازها هستن که ستاره‌ها رو تشکیل میدن و این ستاره‌ها هستن که با تشعشعاتشون به این گرد و غبار و گازها ساختارهایی و شکل‌هایی میدن که بتونن ستاره‌های بعدی رو با ساختارهای متفاوت شکل بدن. در واقع یک چرخه شکل‌گیری ستاره است که هر مرحله روی مرحله بعدیش تأثیر می‌ذاره. درست قبل از اینکه ویدیو رو منتشر کنم، یک تصویر جالب دیگه از جیمز وب منتشر شد از کهکشانی به اسم IC5332. این تصویر با دوربین مادون قرمز میانی این تلسکوپ گرفته شده و اولین تصویر از این کهکشان با طول موجی به این بلندیه.
این کهکشان حدود 50 میلیون سال نوری از ما فاصله داره و اندازش یک ذره از کهکشان راه شیری بزرگتره. این کهکشان یکی از کهکشانهایی که کاملا صفحه کهکشانی رو به ماست، یعنی ما کل ساختار مارپیچی بازوهای اون رو میتونیم ببینیم. البته این ساختار مارپیچی توی تصویر مادون قرمز به خوبی تصویر نور مرئی و ماورا بنفشی که هابل از اون گرفته دیده نمیشه. اون ناحیه‌های تاریک بین بازوها که توی تصویر هابل دیده میشه گرد و غباری هستن که نور مرئی رو جذب میکنن و تیره تر دیده میشن، ولی این گرد و غبارها نور مادون قرمز رو به اندازه نور مرئی جذب نمیکنن و بنابراین توی تصویر جیمز وب اون ناحیه های تیره بین بازوها به وضوح تصویر نور مرئی دیده نمیشه و بیشتر به صورت شبکه پیوسته از گرد و غبار و گاز و ستاره ها دیده میشه. با مقایسه دقیق این تصویر با تصویر نور مرئی میشه تفاوت ناحیه هایی که نور مرئی بیشتری از خودشون میدن با ناحیه هایی که نور مادون قرمز بیشتری ازشون به ما رسیده رو به وضوح دید. من لینک سایتی که میتونید به صورت تعاملی این تصاویر رو با هم مقایسه کنید تو قسمت توضیحات میذارم. اینا همه اولین تصاویر و اطلاعاتی هستن که این تلسکوپ داره به ما منتقل میکنه و بررسی و مطالعه همین تصاویر و تصاویر بعدی اطلاعات خیلی بیشتری رو میتونه در مورد ساختار جهان به ما بده. خیلی ممنون که با من همراه بودید. منتظر نظراتتون هستم. خدا نگهدار.